سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل دکتر فرشته خوش اومدید. این ترکیب یک ترکیب فوق‌العاده با قدمته که یونانیان ازش استفاده میکردن برای درمان بیماری ها، اما فقط این ترکیب بر نمیگرده به تجربه یونانی ها که البته هنوزم دارن ازش استفاده میکنن. ایرانی های قدیم ما هم خوب این ترکیب رو میشناختن و بلد بودن برای درمان چه بیماری های ازش استفاده کنن. اما از اونجایی که ما تئوری کار نمی کنیم و راستی آزمایی می کنیم، این ترکیب و تیم آرندیمون راجبش تحقیق کرده، بررسی کرده و دقیقا برای ما در آوردن که این ترکیب برای چه بیماری های خوبه. حالا اینجا میخوام بهتون بگم که این ترکیب چیه. ترکیب گردو و عسل. خیلی ساده است، تو هر خونه پیدا میشه، اما فوایدی که برای سلامتی ما داره خیلی گسترده تر از این حرف هست. ترکیب گردو و عسل یه ترکیب بسیار قویه که متابولیسم بدن رو بالا میبره، گردش خون رو بالا میبره. نکته جالب این ترکیب که خیلی برای من حیرت انگیز بود، روی اختلالات هورمونی عالی جواب میده. حالا میخواد آقا باشه، میخواد خانوم باشه، اختلالات هورمونی رو به صورت ریشه‌ای درمان میکنه. باعث تقویت هورمونی در خانوم ها و آقایون میشه، باعث افزایش هورمون استروژن و پروژسترون در خانوم ها و افزایش تستوسترون در آقایون میشه. به تن قوت میده، باعث گردش خون قوی تو بدن میشه و خون رو به تمام بافت های بدن میرسونه. این ترکیب آرژنین داره، اسید نیتریت داره که همینا برای زود انزالی عالیه، برای کمبود نوموز و زود انزالی عالیه. اما توی سالهای اخیر یکی از تحقیقاتی که انجام شده راجع به این ترکیب گفته شده این ترکیب میتونه جایگزین قرص ویاگرا باشه که این قرص موقتاً باعث تنظیم نوموز میشه، اما خب باید ریشه‌ای برطرفش کرد. یکی از مراجع کننده های ما که دیگه داوطلب شدن، خودشون گفتن من دوست دارم اینو استفاده کنم، به ما اعتماد کردن و استفاده کردن. فیبروم داشتن و خیلی خون ریزی های شدید که منجر شده بود به کم خونی شدید، حس حال نداشتن، انرژی نداشتن، خیلی رنگ پریده بودن. بهشون گفتیم هر 12 ساعت یه قاشق مرباخوری از این ترکیب رو بخور. فقط یک روز استفاده کردن و روز بعد گفتن من خون ریزی هم قطع شده، در حد لکبینیه. روز دوم وقتی استفاده کردن کلن خون ریزیش قطع شد. این ترکیب برای چند تا کار انجام داده بود. اول اینکه چون خون ریزی قطع شده بود، منجر شده بود به اینکه بدنش خون سازی کنه. چون ترکیب گردو و عسل حاوی املاح و مواد معدنی هستند و همدیگر رو هول میدن، درمان قوی تر میکنن، باعث شده بود کم خونیش جبران بشه، پس انرژیش برگشته بود. این یه اتفاق خوب بود که براش افتاده بود. چون تنظیم کننده غدد بدن هست، هم کمک میکنه به دیابت، باعث شده بود براشون که افت و خیزی که دیابتشون داشت نرمال بشه و فیبرومشون داره درمان میشه، چون هنوزم دارن ادامه میدن. فیبرومشون کوچیکتر شده، چون خود فیبروم هم یه نوع اختلالات هورمونیه. دوستان، گردو پر از مواد معدنیه، مثل کلسیم، منیزیم، فسفر، سلنیوم، روی، همه اینها باعث شده اثرات درمانی عالی داشته باشه. کلن یکی از دلایل اصلی ورم پروستات، مشکلات پروستات، تنظیم نبودن غدد بدن، کاهش میل جنسی به خاطر این عنصر مهم روی هست که به اندازه کافی داخل این ترکیب وجود داره. من همیشه سعیم بر این هست که هفته یکی دوبار رو از این ترکیب استفاده میکنم. یکی از اون علتهای خیلی مهمش پیشگیری و درمان میکنه استرس اکسیداتیو. خیلی دوستان این مهمه که بفهمیم یعنی چی استرس اکسیداتیو، چون ریشه همه بیماری ها در همین اتفاقه. وقتی که استرس اکسیداتیو اتفاق میفته، یعنی تعادل بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها به هم میخوره. تعداد رادیکال های آزاد بیشتر میشه. رادیکال های آزاد همون چیزی هستن که بافت های سالم آسیب میزنن و باعث ایجاد انواع سرطان ها میشن. اما وقتی که ما این ترکیب رو استفاده میکنیم، باعث میشه این حالت از بین بره و اون حالت اسیدی بدن از بین بره. چند تا علامت هم داره استرس اکسیداتیو، مثل ضعف بینایی، مثل انواع سردردهایی که مقاوم به درمان هستن، سفید شدن زودتر از موعد موها، قند خون ناپایدار و انواع عفونت ها که نشونه ضعف سیستم دفاعی بدن هست. وقتی که شما این ترکیب رو استفاده میکنید، همه جوره، چون متابولیسم بدن رو داره بالاتر میبره، سوخت ساز بهتر میشه، هم چربی سوزی داره و هم از سیستم دفاعی بدن حمایت میکنه، باعث افزایش گلبول‌های سفید خون میشه. ترکیب گردو و عسل به خاطر داشتن اسید هیالورونیک باعث میشه صورت پر داشته باشی.
ترکیب گردو و عسل باعث ترشح بهتر سرتونین تو بدن میشه. سرتونین همون چیزی که باعث میشه شادتر باشیم، باعث میشه خلق و خوی بهتری داشته باشیم، همون چیزی که زندگی های امروز به شدت بهش نیاز داره. درسته که بخشی از درمان 100% درمان نیست، چون برحال اگه ما بخوایم آدم های خوش اخلاقی باشیم باید رو خودمون کار کنیم، رو خودسازی خودمون انرژی بذاریم، وقت بذاریم، اما کمک میکنه. خیلی از بد اخلاقی ها، بد خلقی ها برمیگرده به همین تنظیم نبودن و غدد بدن، برمیگرده به کمبود بعضی از املاح و مواد معدنی و ریز مغذی ها. وقتی که شما این ترکیب رو استفاده میکنین، سروتونین بدنتون افزایش پیدا میکنه. اما جاش هست که دوتا از راه های دیگه افزایش سروتونین بدنم بهتون بگم. کسانی که 5 صبح تلاششون هست که حداقل هفته چند بار بیدار باشن، سروتونین بدنشون تنظیمه. معمولا کسانی که این تایم بیدار میشن که بین طولای نام داره، تو اون روز حالشون با روزهای دیگه متفاوته. دوستان، من خیلی وقتا این امتحان کردم. وقتی که تو اون تایم بیدار میشین و با خودتون یه خلوتی دارید، به خودتون یه آرامشی میدید، خلوت بین خودمون و خدا خیلی بهمون کمک میکنه. خیلی از مشکلاتی که راهکار براش نداریم تو اون تایما برامون روشن میشه، راهکار بهمون میدن. اون تایما تایمای خاصیه، غافل نشید. این ترکیب امگا 3 داره، اسیدهای چرب مفید داره، باعث کاهش LDL، کلسترول LDL و افزایش HDL میشه. ما نیاز داریم این چربی های مفید. این چربی های مفید مانع آرتروزه، مانع اسیدی شدن بدنه، اما یه سری ملاحظاتی داره که بهش میپردازیم. میدونم که همین الان که داری ویدیو رو نگاه میکنی سوال برات به وجود اومده. خب اینا برای کبد بد نیست؟ این چربی هایی که داره گردو برای کبد بد نیست؟ نه تنها بد نیست، بلکه عالیه، چون باعث درمان کبد چرب میشه، باعث باز شدن چربی های مضر تو بدنمون میشه، چون داره سوخت ساز بالاتر میبره، چون داره باعث افزایش متابولیسم بدن میشه، سوخت ساز بهتر میشه و چربی های مضر از بدن ما دفع میشن و باعث تقویت ماهیچه‌های قلب میشه. ما خیلی نیاز داریم در این شرایط کنونی که داریم زندگی میکنیم، چون شرایط زندگی های ما طوری طراحی شده دوستان، برای ما اینطوری طراحی کردن که تو بیمار بشی، داروی شیمیایی استفاده کنین. چرا نمیرن روی این ترکیب و کار کنن؟ شما فکر کردین که اطلاع ندارن که همچی ترکیبایی هست؟ هستن کسایی که ضد بشریتن، هستن کسایی که ضد انسان دوستیان، ضد بشریتن و این ترکیبات خیلی بهتر از من و تو میشناسن، خیلی عالی میشناسن، میدونن چه فواید درمانی داره. اجازه نمیدن روی اینا کار بشه، چون اگه روی اینا کار بشه نیاز به دارو خیلی کم و کمتر میشه، بیمارستان ها خلوت میشن. خب تکلیف مافیای دارو چی میشه؟ از کجا پول دریارن؟ خب تو باید بیمار بشی، تو باید دارو استفاده کنی که اونا پول دارتر بشن. این ترکیب باکتری های مفید روده تو تنظیم میکنه. باکتری های مفید روده دوستان خیلی به ما خدمت میکنن، خیلی به سلامت ما خدمت میکنن. اگه باکتری های مفید روده ما تنظیم نباشه و تعدادشون پایین باشه، باعث میشه تو موهای نازکتر و شکننده تری داشته باشی، چون جذب بعضی از ویتامین ها تو بدن اختلال به وجود میاد، مثل ویتامین های گروه B. وقتی اختلال به وجود میاد اون ویتامین ساخته نمیشه، تو کمبودش رو میگیری و موهات میریزه. و این ترکیب به اندازه کافی این کار رو برات انجام میده، باعث افت باکتری های مضر و افزایش باکتری های مفید میشه. شاید خیلی از شما بگین که خب من دیابت دارم، من میتونم از این ترکیب استفاده کنم، آخه داخلش عسل داره. خب دوستان من، این ترکیبی که من درست کردم که حالا بهتون میگم چجور درست کنین، چطور بخوره، ملاحظاتش چیه، چه هم استفادهش کردم، خیلی عالیه. این ترکیب خب برای درست کردنش از عسل خیلی خوب استفاده شده. شما سعیتون بر این باشه که عسل های شرکتی و کارخونه‌ای نباشه، چون خیلی هاش این اصلا عسل نیستن و اصلا زنبور عسل هیچ دخالتی در ساختش نبوده. خب ما کاری بین عسل ها نداریم، قطعا اثرات درمانی هم نداره. عسل خوب درست کنید، چون عسل خوب قندهای طبیعی داره، قندهای ترهالوز. ممکنه که شما وقتی که یه قاشق عسل خوردی بری قند خونت رو چک کنی، نشون بده که قند خونت اومده بالاتر، اما یه چیزی که بهش پرداخته نشده دوستان، که یک نکته کلیدی هست، قندهای ترهالوز برای جذب نیاز به انسولین نداره و سلول اون رو جذبش میکنه، مورد استفاده قرارش میده.
این تفاوت بین قندهای ترهالوز و قندهای شیمیاییه و این تفاوت خیلی بزرگیه که اکثرا بهش نمیپردازن، نمیگن و شاید هم چون نمیدونن. من معمولا به مراجعه کننده که خیلی دیگه بدخوابن میگن دیگه از این قوی تر من ندارم، اگه درمان نشدی دیگه من بد راهکاری ندارم. قبل از خواب بهتره که یه ساعت قبل از خواب باشه. میتونید به صورت شیرگردو استفاده کنید یا مثل همینی که من درست کردم. یه ساعت قبل از خوابتون یه لیوان آب، یک دونه گردو، کمی عسل و گلاب بذارید حسابی میکس بشه و میل کنید. خیلی کیفیت خواب بالاتر میبره. البته خب برای اون دسته از عزیزانی که اصلا تحرک نداره و میخواد که این ترکیب براش معجزه کنه، نه فکر نمیکنم خیلی براش معجزه کنه، چون باید تحرک داشته باشی، باید خسته بشی که بخوابی. آخه من 6 تا خواهر دارم، یکی از خواهرام همیشه انتظار معجزه از من داره، میگه فرشته یه چیزی به من بگو که من بخوابم. میگم من هیچ راهکاری بر تو ندارم، تو وقتی بعد از نهار 2 ساعت میخوابی چجوری میخوای شب بخوابی؟ معلومه که نمیتونی بخوابی، من هیچ معجزه نمیتونم برای تو انجام بدم. مشکلات کلیوی تو اگه همین الان دیالیزی هستی، اگه 1% کلیات کم کار شده، حتی اگه سالم هستی میخوای از سلامت کلیات محافظت کنی، حتما این ترکیب استفاده کن. اگه دچار عفونت های پی در پی شدی، مخصوصا عفونت های ادراری که باعث آسیب کلیه میشه، این ترکیب رو استفاده کن و به این عضو مهم که فیلتراسیون بدن هست نیرو و قوت بده. ترکیب گردو عسل یکی از درمان هاشه. یکی از درمان های دیگه هم ترکیب گردو و زنیان هست. باید میزانش مساوی باشه. یعنی اگه میخوای گردو 100 گرم داشته باشی، با 100 گرم هم زنیان داشته باشی. با هم دیگه خوب میکسش کن، پودرش کن کامل. یه خورده بهش عسل هم میتونی اضافه کنی، نخواستی هم لازم نیست. و هر روز یه قاشق مرباخوری ازش میل کن. اما ملاحظاتش بهتر همینجا بهتون بگم. در فصل تابستان هفته 2 بار میتونید استفاده کنید، اما الان که فصل سرما هست میتونید هر روز ازش استفاده کنید. ریتمای نامنظم قلبی که به مرور زمان باعث گرفتگی رگهای قلب میشه و تشکیل پلاک میده، این ترکیب خیلی خوبه. اول ویدیو بهتون گفتم چربی سوزی فوق العاده ای داره، بدن رو از چربی های ناسالم پاک میکنه. آیا فشار خونی میتونن ازش استفاده کنن؟ بله دوست من. گردو پتاسیم خیلی بالایی داره و پتاسیم خودش تنظیم کننده فشار خونه. بریم طرز استفاده و ملاحظاتشو بهتون بگم، اما قبلش با کامنت و لایکتون باعث بشید که مثل شما افراد دیگه این ویدیو رو ببینن، این ترکیب رو بشناسن و مطمئن باشید که اون انرژی به همه ما برمیگرده. دوستان، هر ترکیب فوق‌العاده‌ای که یاد می‌گیرید نمیتونیم تا آخر عمرمون استفاده کنیم. بهتره که یه تایمی استفاده کنیم، یه تایمی به خودمون استراحت بدیم. مثلا مناطقی که خیلی سرد سیرن مثل اروپا و خیلی از بیننده‌های ما در اروپا هستن که خیلی خوشحالم که جای مختلف بیننده داریم، میتونید 40 روز مداوم استفاده کنید تا کلیاتون عملکردش بهتر بشه، قلبتون و اون به اون خواسته‌های خودتون برسید. چجوری استفاده بشه؟ صبح 1 قاشق چای خوری از ترکیب یا شب 1 قاشق چای خوری. باید گردو پودر کنید و روش عسل بریزید. اما من چون از اونجایی که خیلی حوصله اینطور کارا رو ندارم، گردو رو همینطوری درست ریختم تو شیشه و روش رو پر عسل کردم و هر بار یه تیکه ازش برمیدارم میخورم دیگه. اینم راهکار راحتیه. بعد میجویش خب پودر میشه دیگه. اما ما ایرانی ها بیس کبدمون گرمه، کلا اون گرمی باعث میشه خیلی سریع بدن بهش واکنش نشون بده. وقتی هم که بدن بهش واکنش نشون میده خب دیگه نمیشه استفادهش کرد. اما ملاحظاتش، به اندازه کافی باید میوه فصل استفاده کنید، مخصوصا میوه آبدار مثل نارنگی، پرتقال، انار. چون طبعی ترکیب گرمه، میوه آبدار وقتی استفاده میکنید اون تعادل برقرار میشه و ایجاد حساسیت آلرژی برای شما نداره. به ازای هر 1 ماه 40 روز که استفاده میکنید 10 روز استفاده نکنید. این معجون برای کسانی که پی در پی دچار سرماخوردگی و انواع عفونت ها میشن میارزه که براش وقت بذاری، درست کنی و استفادهش کنی. اسید فولیک یکی از نگرانی خانم های باردار، خانم هایی که شیر میدن، چون خیلی هستن که دلشون نمیخواد قرص شیمیایی استفاده کنن. اما شما میتونید با جایگزین کردن این ترکیب این مشکلتون حل کنید. هر 12 ساعت 1 قاشق چای خوری به اضافه میوه فصل و هر 40 روز بعد 10 روز انقطاع داشته باشید استفاده کنید و کمبود فولیک اسید بدنتون رو جبران کنید. مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.